میگوییم که یک جشن تولد داریم و اینها کودکانی هستند که در جشن تولد می باشند. تمام کودکان دارای سنهای متفاوت می باشند و ما کنجکاو هستیم که چند تا از کودکان با هم همسن می باشند. خب، برای این کار یک رسم خط می کشیم. و همیشه از این رسم خط استفاده کردم. اندکی گیج کننده است چون در ذهنم بسیار زیاد نقطه استفاده میکنم. میبینیم که این رسم خط چی است. کاری را که میکنم رسم کردن این است. این همون خط است که اینجا رسم کردم. و بعدن برای هر سن یک سطل رسم میکنیم. میبینیم که در اینجا کودکان از سن 3 تا 7 داریم. میگوییم که سن 3، سن 4، سن 5، سن 6، سن 7. و 2 و به 8 نمیروم. چون کودکی در این سن نیست. اگرچه می توانم بنویسم، حالا می بینیم که چند تا کودک در کدام سنها قرار دارند. یکی از کودکانی که اشتراک کرده در سن 3 می باشد و نوشته می کنم که 1 سال. یا برای جدا کردن سالها از هم از نقطه استفاده میکنیم. اما این نشان دهنده این است که این کودک 3 ساله میباشد. حالا داریم که عمران در سن 5 سالگی میباشد. شما میتوانید به این نقطه ببینید که نشان دهنده سن عمران یعنی 5 میباشد. حالا سریا را دارید که همچنان 5 ساله می باشد، یعنی که شخص دومی در این جشن است که دارای 5 سال سن می باشد. و حالا دو نفر کمتر از 5 سال اینجا داریم. این عمران است و این همسریا و همچنان این یاسپر است که دارای 6 سال سن می باشد. یک نفری که 6 سال سن دارد. اورانیز در اینجا اضافه می کنم. و حالا هم لوکو که دارای 7 سال سن می باشد. لوکو 7 سال سن دارد که اینجا هم یک نقطه می گذارم و بالاخره داریم که آنیا نیز دارای 6 سال سن می باشد. درست مثل این می توانستیم که تمام این معلومات را از بالا بگیریم. و به این خط اضافه کنیم. و دلیلی که این رسم خط مفید است این است که به ما کمک می کند که کی چقدر سن دارد و در غیر آن اندکی گیج کننده می باشد که فقط به این جدول نگاه کنیم. نگاه کردن به این خط خیلی واضح است. اینجا هیچ کسی 4 ساله نیست و بیشترین افراد در سن 6 می باشد. و اگر از خود ما بپرسیم خب، اگر این را نمی داشتیم، یعنی این جدول را اگر نمی داشتیم و فقط این رسم خط می بود، اگر کسی به شما می گفت که ببینید شما می دونید که اینها درست سنها در اینجا می باشند، این سنهای ما در سال جدید می باشد. هر نقطه بیانگری این است که یک شاگرد در جشن اشتراک کرده و نظر به این رسم خط چند نفر از 5 سالگی بیشتر عمر دارند. شما می توانید به این نگاه کنید و گفته می توانید بیشتر از 5، 6 ساله و 7 ساله را می گیرید. به تمام نقطه ها نگاه می کنیم که بعد از 5 می باشد. داریم که 3 تا 6 ساله و 1 تا 7 ساله. لذا داریم که 1، 2، 3، 4 نفری که بزرگتر از 5 سال سن دارند.
و حالا می توانید حساب کنید که چه تعداد از کودکان دارای سنی کمتر از 5 سال می باشند. سن هایی که کمتر از 5 می باشند عبارت است از 3 سال و 4 سال. زمانی که با نقطه ها نگاه می کنید می بینید که فقط یک نقطه یا یک شاگرد زیر 5 سال در این جشن اشتراک کرده است.